میخوام یاد بگیریم که چه شکلی پرده های فرسوده ساز تار یا ستار رو عوض کنیم. فرض میکنیم که این محوطه الان احتیاج به تعمیر داره. همزمان میبینید که سیم ها روی ساز هستن. در این صورت میخوام که به شما یاد بدم. خب اونایی که فکر میکنیم که باید عوض بشن رو با یک وسیله خیلی راحت میتونیم از ساز جدا کنیم. مواظب باشین که فقط ساز زخمی نشه. خیلی با دقت. وسایل مختلفی هست که میتونید استفاده کنید. از یک تیغ ساده میتونید استفاده کنید. فقط باید خیلی مراقب باشین که ساز زخمی نشه که روی صنعت ساز تأثیر میذاره. بعد اگر این محوطه رو میدونید که برده های ساز خوب هست، یه مقدار هم میتونید عقب بکشین و بعد میاریمشون سر جاشون، که شما هرچه این پرده ها رو از بالا بکشین و بیاریم پایین تر، به خاطر اینکه حجم دست تغییر میکنه سفت‌تر میشه. توضیح خیلی کلی که میخوام در مورد زه یا کمان یا پرده ساز بدم، موقعی که شما این رو از بازار تهیه میکنین طوری هست که یه قسمت هایی داره که سر نازک داره، یه قسمت هایی سر کلفت داره. همونطور که میبینید الان مشخصن این سر با این سر فرق داره، این کلفت‌تر هست و این نازک‌تر. هرچه شما از بالای دسته میایین پایین دسته، از قسمت کلفت‌تر بعد انتخاب کنید بیاین تا قسمت ظریف‌تر و یا نازک‌تر. پس اونایی که ضخیم‌تر رو برای بالا دسته استفاده می‌کنیم تا وسط دسته، نازک‌ترش می‌کنیم و اینجا که میرسه خیلی باید نسبت به بالا دسته و وسط دسته نازک‌تر باشه. الان من می‌گردم که یه قسمتی تقریباً متوسط رو پیدا کنم که میتونم این رو ببینم. یه مقدار رو ازش میکشیم بیرون که آماده باشه. و بعدش اندازه میگیرین روی همین سیم ها. یه چند سانتی اینجا آزاد میذارین از یک سر. ساز رو به این شکل میکنید. شستتون رو میذارین روی یک سر انتخاب شده. از بالا اندازه میگیرین. اگر من الان بخوام پرده نوت سی رو بندازم، باید بدونم که چند تایی هست. الان این که نوت دوی من هست، چهار لا داره. دو، سه، چهار. سی هم باید چهار لا باشه. بعد از اینکه کار تموم شد توضیح میدم که هر پرده باید چند تایی باشه. شما یادداشت کنید که کاملا آماده باشین که بدونید که باید چند لا اندازه بگیریم. برای نوت سی چهار لا رو اندازه میگیریم. این الان دو، سه، چهار. خیلی راحت، خیلی شور، نه خیلی میکشی نه خیلی آروم. از یه قسمت دوباره چند سانتی به خودتون اجازه میدین که این رو کات کنید. بعدش باید به واسطه آب دهان مقدار مرطوب بشه. چند بار آب دهان رو میکشین روی پرده به این شکل از بالا تا پایین. بعد که مرطوب شد آماده است برای انداختن پرده. حالا این آماده است، یه مقدار مرطوب شده و راحت تر شده. از اون حالت سفت خشک اولیش در اومده. ساز رو به این شکل میکنید. میتونید بشینید، اگه راحتید میتونید هم وایسید. از بالا ما میخوایم این قسمت بندازیم پرده رو. میدونیم که نوت سیمون اینجاست. بعدن با دیاپازون یا تیونر هم میتونیم کوک کنیم. از این بالا میگیریم، شستمون میاد یک سمت از در واقع این سر پرده رو میگیره به این شکل. یه حالت حلقه شکلی درست میکنید که بتونه خیلی راحت از زیر سیم ها رد بشه. دقت بفرمایید از زیر هر 6 تا سیم رد کنید، بکشین زیر دستتون، کاملا فشار رو احساس کنید، بکشین. این نکته خیلی مهمه که این سر پرده بیاد زیر شستتون به سمت بالای پرده اول. پس پرده دوم کاملا از بالا شروع میشه. از بالای سیم ها رد میکنید. مواظبین رو هم تا نخوره، تایش رو
درست میکنید، کنار هم میذارین، میکشین. با این انگشتتون چندین بار اینجا رو چک میکنید که روی هم به این شکل سوار نشه. دوباره از بالا دقت بفرمایید، از بالای پرده. شست رو شما نگه دارید. الان من از این قسمت نگه داشتم، شما به زودی ول نکنید این شست رو. از زیر شستتون رد کنید و از بالا به همین شکل از زیر شیشت سیم رد میکنید. دوباره با دستتون با انگشت اشاره دست چپ چک میکنید که تا نخورده باشه این پشت، تمیز باشه. باز از زیرش همچنان این کشش وجود داره، یعنی اصلا شل نیست. از شیشتا سیم رد میکنید قسمت بالا، تاها رو مواظب هستین. به مرحله آخر رسیدیم. همین سری که دستتون بود از ابتدا باهاش کار میکردین رو از بالا از شیار رد میکنید، از زیر تمام چهارتا پرده رد میشه، میکشین، میارینش پایین. جای این سر رو با اون سر عوض میکنید، با فشار میکشین، این رو میارین بالا، این رو میارین پایین. اون زیر یک قلاب تشکیل میشه به این شکل. وقتی که این اومد بالا، همون سری که از ابتدا باهاش کار میکردین رو یک بار دیگه از شیار از همون بالا رد میکنید. نه تنها از بالا رد میکنید، از وسط دل خودش هم رد میکنید. از اون بالا گره تشکیل میشه، میکشینش پایین، سفتش میکنید. اینجا گره تشکیل شده پرده ساز آماده است. فقط مرتب میکنید و با فشار میکشینش سر جاش. همونطور که میبینید سفت و محکم شده و جای خودش رو پیدا میکنه. به آرامی اینو میکشین تا بیاد پایین. برای پایین آوردنش همونطور که ملاحظه کردین کاملا میتونید از نوک انگشتان، از نوک ناخن استفاده کنید و اینو بین سر جاش. بعدن با تیونر کوک میکنیم که ببینیم دقیقا سر جای خودش باشه، صاف باشه، مرتب باشه. در انتها که یک پرده بسیار سفت و محکمی دارین که به سختی جا به جا میشه، به فاصله کوچیکی سرای پرده رو میبوری. بعد از مدت این تیزی هم به مرور یه مقدار سرش گردتر میشه و دست شما رو اذیت نمیکنه. اینجا میخوایم آموزش ببینیم که هر کدوم از این پرده ها چند لا دارن، یعنی چند بار باید دوره دست به چرخن و گره بخورن. ساز من که از رکورون شروع میشه، اولین پرده شما هست، چهارتایی. ری معمولی یا ری بکار چهارتایی، می بمول چهارتایی، می کرون ستایی، می معمولی یا می بکار چهارتایی، فا چهارتایی، فا دیز یا ستایی یا چهارتایی، هر جفتش معموله، سل کرون ستایی، سل چهارتایی، لا بمول ستایی، لا کرون چهارتایی، لای معمولی ستایی، دقت بفرمایید، سی بمول چهارتایی، سی کرون ستایی، سی بکار که الان هم عوضش کردیم چهارتایی، دو چهارتایی، دوباره به همون شکل این قرینه از اکتاو بالا، رکورون ستایی، ری معمولی چهارتایی، می بمول ستایی، می کرون ستایی، می بکار چهارتایی، فا چهارتایی و فا دیز. شما میتونید باز اینجا ستایی ببندین. آخرین پرده، یکی مونده با آخر، سوله پرده اصلی چهارتایی و آخرین پرده لابمول ستایی.